سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. ناصر شاهین‌پر هستم. من دو سه جلسه هست که میام اینجا و برنامه اجرا میکنم و یادم میره که از این دوستم آقای سپهر کارگردان فنی این برنامه تشکر کنم که این بک‌گراند منو عوض کردن. با اون کتابخانه قبلی خیلی اولوالعزم بود و به قیافه من نمیامد. به هر حال حالا یه خورده عادی تر و اشل انسانی تری داره. به هر حال بگذاریم عرض کنم که من چندین بار توضیح دادم که ما در صدد این نیستیم که تاریخ سیاسی دوره صفویه رو فقط مورد بررسی قرار بدیم. علاقمند هستیم که از میان انواع گزارشات تاریخی که به دستمون رسیده بفهمیم که مردم ایران در این دوره چگونه زندگی میکردن، چگونه فکر میکردن، سطح دانش و فرهنگ چه بوده، باورها و اعتقادات چه بوده و این مجموعه پدیده‌های فرهنگی در ایران چه زمینه ای رو برای روزهای بعدی و سالهای بعدی این سرزمین به وجود آورده و چه بذری کاشته. خب یه مقدمه هم عرض کردم که 300-400 سال مردم ایران زیر یوغ مغولان و تیموریان و این حرفا بودند و اون عذاب ها و اون رنج ها و بدبختی ها و نکبت ها. حالا رسیدیم به دوره صفویه، اما از اونجایی که من در این برنامه ها به دنبال پاره این مطالب هستم که این مطالب سبب عقب ماندگی ایرانه، در حقیقت با نگاهی نقادانه دارم به این دوره نگاه میکنم، چه بسا که باز سبب گمراهی عده‌ای بشه و فکر کنن که من میخوام که تاریخ ایران رو ملوث کنم، از بین ببرم چه و چه. این نکته گفتنش لازمه که سلسله صفویه درخشانترین بهترین سلسله پادشاهی ایرانی بعد از حمله اعراب به ایران بوده. ما سلسله های کوچک محلی ایرانی خوب داشتیم، مثل سامانیان، آل بویه، زیاری ها، اینها بودند، قبول، اینها بر جزء کوچکی از این سرزمین حکومت می کردند. تنها سلسله ای که توانست وسعت ایران رو به وسعت دوران ساسانی برگردانه و مردم رو هم از نظر اقتصادی مرفه بکنه و عمران آبادانی جدیدی به وجود بیاره این سلسله بودند. این سلسله بهترین سلسله ایرانی بعد از حمله عربه تا انقلاب مشروطه. حالا ببینیم این خوبه چه شرایطی داشته، چه مشخصاتی داشته. عرضم این بود که اول بیایم ببینیم که این 10-11 پادشاه صفوی هر کدوم اینا چه جور آدمایی بودند. در برنامه گذشته شاه اسماعیل رو گفتم، اعتقادات خرافیشو نسبت به جنگ چاردران گفتم، اما یک نکته که باز میتونست منظور ما رو ادا بکنه فراموش شده بود که من شرح بدم، که امروز میخوام اون نکته رو هم براتون بیان کنم. اون این است که یک گروهی از مریدان همین صفویه در خاک عراق و ترکیه یه دسته درویشی تشکیل دادن به نام حیدریه، که البته در طول تاریخ این اسم به تدریج عوض شد، سبعیه شد و بکتاشیه شد و ظاهرا آثار اون بکتاشیه هنوز هم در ترکیه و عراق ممکنه وجود داشته باشه، معدود آدمایی نمیدونم، ولی تا 100 سال پیش بنا به نوشته آقای نصرالله فلسفی در تاریخ زندگانی شاه عباس بزرگ اینها تا 100 سال پیش هم وجود داشتند. در حاشیه کتاب زندگانی شاه عباس بزرگ به قلم آقای نصرالله فلسفی این مطلبی آمده که گفتنش واقعا واجبه. اون این است که یک گروهی به نام حیدریه در منطقه عراق و خاک عثمانی
جنوب عثمانی، جنوب شرقی عثمانی به وجود آمده بودند که اینها معتقد بودند که قدرت الهی، قسمتی از قدرت الهی به حضرت علی منتقل شده. به همین دلیل که حضرت علی تونسته در خیبر بکنه و پرت کنه اونورتر. این قدرت به فرزندان علی رسیده به تدریج تا به امام جعفر صادق. اما از امام جعفر صادق به بعد رسیده به جد اعلای شیخ صفی الدین و در این خاندان ادامه پیدا کرده و رسیده به حیدر پدر شاه اسماعیل. خب بنابراین حیدر پدر شاه اسماعیل، همینطور جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل، از کسانی هستند که قسمتی از قدرت الهی در بدنشون حلول کرده و اینها هم میتوانند مثلا دری مثل در خیبر رو از جا با دست بکنن بنزل اونور و در جنگ ها فاتح باشن. در مقابل این سوال که پس چرا این جنید و حیدر در جنگ با شیروانشاه هم شکست خوردن هم کشته شدند، پاسخشون این است که دستور بود که قدرت خودشون رو برملا نکنند، ولی به اسماعیل دستور رسید که قدرتت رو برملا کن و اونم کرد و دنیا رو گرفت. خب غافل از اینن که آینده اسماعیل چی میشه. حالا این حرفم زدم. اینها مردمانی هستن که یه کلاه هفت پر سرشون میذارن و یه لباده یه چلتی که تنشون میکنند و یک سفره تیماجی رو به دور کمرشون میبندن که توی اون سفره بساط بنگ و چرس و حشیش و اینجور چیزاست، برای اینکه دیده نشه به جای کشکول اینو لای سفره پیچیدن و بستن دور کمرشون. خب اینا اعتقادات بسیار بسیار زیادی هم دارن. یک این که کشتن یک سنی به اندازه کشتن پنج کافر حربی ثواب داره. حالا شما به دقت کنید به این حرفا. یک مسلمان لازمه ی زندگی مسلمانیش این است که پنج تا کافر حربی رو بکشه. این غده سرطانی مونده همینطور، خاموش مونده بوده تو این 200-300 سال گذشته در جهان اسلام، حالا دو مرتبه عود کرده، رشد کرده، حالا بوکو حرام و نمیدونم داعش و اینا به وجود بیان. حالا اینا که به وجود بیان تازه چرا به جای کافر حربی باز مسلمان میکشن؟ بعد از خودشون پرسید. بگذر یک مسلمان شیعه حیدریه میبایست که حتما پنج تا سنی رو بکشه و بابت هر کشتن هر سنی هم ثواب پنج تا کشتن کافر حربی رو میبره. اینها برای خودشون یه لغتنامه ای هم درست کرده بودن که من براتون یادداشت کردم که بخونم. به بنگ میگفتن آینه اسرار، به شراب میگفتن مهیج عشق، به چرس کشیدن هم میگفتن دم زدن. یعنی دیگه چرس کشیدن انقدر کار عادی بوده که با دم زدن و نفس کشیدن یکسان قلمداد میشده. شراب خوردن هم اسمش بوده نشعه‌مندی. به معشوق هم میگفتن آینه جمال. به بوسه گرفتن هم، به بوسیدن هم میگفتن گلچیدن. در آغوش گرفتن رو هم، یعنی مسائل جنسی رو هم میگفتن آفرینش. اینم لغتنامه‌شون بوده و اصطلاحاتشون. نویسنده کتاب انقلاب اسلامی که شرح مفصل اینها رو نوشته، در کتابش نوشته که اینها عادات و اخلاق و رفتارهایی داشتند که نوشتن آنها در هیچ کتابی جایز نیست. یعنی اینقدر ضد اخلاق بشری بوده که طرف خجالت کشیده اینا رو به قلم بیاره و بنویسه. (تصفح)
از اعتقاداتشون این است که شیخ کامل، مرشد کامل، صاحب جان و مال و ناموس مریدانه. هر کاری با مریدان، با خودشون، عیالشون و فرزندانشون میتونه انجام بده. مرید حق جیره و مواجب داره، نه از طریق مرشد، از طریق غارت. مریدان وظیفه دارن که غارت کنند، ولی خمس اموال غارتی رو هم بدن به مرشد کامل. نکاح سنی درست نیست. یعنی اگر یک فرد حیدریه با یک زن سنی ازدواج کرد، این ازدواج غلطه، درست نیست، حرامه. خون هر دوشون مباح میشه، هر دو رو باید کشت و مالشان هم حلال. اما واجب است که شکم زن سنی رو پاره کنند و جنینش رو آزمایش کنند. اگر این جنین اولاد ذکوره، بزنن سر نیزه. دیگه نگفتن اگر دختر بود چی کار کنیم. به هر حال وقتی که شکم یک زن حامله رو پاره کنن، نوزادی که تو دلشه خواهد مرد به تبع مادری که میمیره. ولی این دستور اینقدر غلط و ناقص و خرابه که حالا آمدیم اون بچه دختر بود، تو که کشتی همه رو. خرید و فروش انسان سنی حلاله. خب ما میدونیم که بردهداری هرگز در اسلام منع نشده بود و در جهان مدرن، در جهان امروزی، با فشار کشورهای پیشرفته و مدرن جلوی بردهداری در اسلام گرفته شد و ممنوع شد. روزه و نماز و سایر عبادات بر حیدریه واجب نیست، برای اینکه خداوند ثواب روزه و نماز سنی ها رو برای حیدریه می نویسه. این خبر رو تو از کجا گیر آوردی؟ خدا با کدوم شما ها همچین قرار دادی بسته؟ به کدومتون این پیغام رو داده؟ اونا دیگه مشخص نیست. برابر این آدم هایی هستن که دوچار اباهه‌گری هستند، یعنی دستورات اسلامیشون هم رفتار نمی کنند، فقط زیر پرچم اسلام و زیر شعار اسلامی آدم کشی، پاره کردن جنین مردم، تجاوز به نوامیس مردم رو برای خودشون قواعدی گذاشتن که مباح و حلال باشه و برن این کارا رو بکنن. به جای سلام و احوال پرسی و تعارف هم فقط میگفتن یا علی. اینها یه رهبری داشتن به نام شیخ فضل الله. شیخ فضل الله کتابی نوشته در دستورالعمل زندگی حیدریه که نویسنده تاریخ اسلام میگوید که انتقال بعضی از حرفای کتاب ایشون شرم‌آوره و نباید در هیچ کتابی درج بشه، که این کتاب میفته به دست سلطان سلیم. حالا در زمانی که شاه اسماعیل صفوی با اینها در تماس و به اصطلاح خودش میخواد که انقلابش رو صادر بکنه، ببینید چجوری تاریخ تکرار میشه. فقط اگه جلوی اشتباه رو نگیریم، پیوسته این امکان هست که تاریخ تکرار بشه. و بین سلطان سلیم و اسماعیل پادشاه ایران مکاتبات متعددی به وجود آمده که شاه اسماعیل از سلطان سلیم خواسته که شما مریدان شیعه ما رو آزاد بگذارید که بیان و برن، رفت آمد کنن. او گفته چشم، میگذارن بیان و برن. او نوشته که سنی ها رو تو مملکت خودتون نکشید. این هم قولهایی داده، ولی هر دو زیر قولشون زدن. ارتباط دستگاه شاه اسماعیل با این حیدریه از یک سو
و از یک سو مکاتبات بسیار بسیار اهانت آمیز بین اسماعیل و سلطان سلیم که قرار بوده آتش جنگ رو برافروزند، از سوی دیگر سبب جنگ چالدران میشه. اما مقدمه جنگ چالدران این است که سلطان سلیم دستور بده این شیعیان حیدریه رو قتل عام کنند و 40,000 نفر اینا رو میکشند و غیر از این 40,000 نفر شیعیان دیگری هم که در منطقه وجود داشتن پیشانیاشون رو داغ میکنند که در جامعه شناخته بشن و امکان اینه که توطئه‌ای بکنن علیه دستگاه حکومت عثمانی به وجود نیاد. این مقدمه جنگ چالدران بود که به عرضتون رسوندم. اگر در مورد جنگ چالدران باز اطلاعات بیشتری لازم دارید، رساله ای که باز آقای نصرالله فلسفی نوشته راجع به جنگ چالدران رو من متاسفانه نسخه از اون رو در آمریکا نتونستم پیدا کنم، میتونید بخونید، به خصوص در ایران میشه این کتاب رو خرید و خواند که اطلاعات بیشتری راجع به مقدمات جنگ چالدران و چگونه جنگ چالدران مقدماتش فراهم شد و چگونه با شکست ایران منتهی شد. ما میدونیم که حالا برگردیم به سر حرف اصلی، اینم یه تیکه از افکار و عقاید مردم این دور است، این رو بدونیم. ما میدونیم که شاه اسماعیل، و گفتیم چند بار که در آدم کشی حرص بی‌نهایتی داشت و هیچ گونه ابا نداشت از کشتار دست جمعی مردم، کشتاری که در تبریز کرد، کشتاری که در یزد کرد و کشتاری که در اون قلعه حسن چلاوی کرد، که خب یه قلعه ای رو مردم، صاحب قلعه یا امیر قلعه، قلعه داری کرده، اقلش دفاع کرده، تو هم رفتی شکستش دادی. مردم اون منطقه، رعایای اون منطقه که گناهی ندارند، اگر اونها میخواستن با قلعه داری حسن چلاوی موافقت نکنن، خب به دست او کشته میشدن. دلیل نداره که تو وقتی حسن چلاوی رو شکست دادی 30,000 نفر یعنی کلیه ساکنین اون قلعه و روستاهای اطرافش رو یک همه رو بکشی. ما نگاه میکنیم میبینیم که فرهنگ تیموری، رفتار تیمور یه جور الگو شده، یه جور رول مدل شده در ایران. چرا؟ برای که تیمور آدم بزرگی میدونستند مردم، تیمور آدم مقتدر بزرگی میشناختند و همه دلشون میخواست مثل تیمور باشن ظاهرا. خب اسماعیل صفوی بعد از شکست جنگ چالدران که به عرضتون رسوندم اصلا شکست چرا رخ داد، عدم توازن اسلحه و آموزش سپاهیان، سپاهیان اسماعیل همون 7 قبیله قزلباش بودن، قزلباشایی بودن که در اول کار بسیار هم جان نثار بودن، بسیار هم فداکار بودن، بسیاری از اینها حتی اسلحه هم حمله میکردند، حتی یه چماق هم حمله میکردند، علاقه من بودن که برن به جنگن و در راه مرشد کامل کشتشن که برن به بهشت و قربان علوم، نمیدونم تصدق علوم میگفتند و جلو میرفتند و الله اکبر میگفتند و جلو میرفتند و این حرفا. خب این عقیده که قسمتی از قدرت خداوندی آمده حلول کرده در حیدر، از حیدر به اسماعیل، خاطرشون رو جمع کرده، دیگه اسلحه لازم نیست، دیگه ما میجنگیم، ما میریم تو نبرد و میجنگیم و پیروز میشیم. خود اسماعیل همین اعتقاد رو داشته وقتی که 2 نفر از مشاورانش میگن که ما نباید بگذاریم که عثمانی ها این توپ ها رو روی تپه ها سوار کنند،
فردا در روز جنگ این توپا رو شلیک میکنند و ما رو تارمار میکنند. یه قزلباش دیگه به نام دورمیش خان میگه که این کار مال این ما واگذار میکنیم به روز جنگ، مگه ما غارتگریم؟ مگه ما دزدیم که بریم توپا اینا رو ورداریم و این کارا رو بکنیم؟ مخالفت بکنه. خود شاه اسماعیل میگه مگر من حرامیم که شبانه برم توپای مردم رو بردارم؟ خداوند اگر با ماست که با ماست، ما فردا پیروز میشیم. خود اسماعیل هم اعتقاد داشته، این اعتقاد به خود اسماعیل هم رسوخ کرده بوده. خب میرن در میدان جنگ، اول هم این فداییان قزلباش به خاطر اینکه به شدت فدایی و جان نثار بودن حمله میکنن و یه جناح ارتش عثمانی رو هم در هم میریزن، ولی توپا که به کار میفتند تارمار میشن، 6000 تا کشته میدن و دست اسماعیل هم زخمی میشه و اسماعیل فرار میکنه از میدان جنگ و برمیگرده میره به قزوین و از این به بعد به درباریان و اطرافیانش میگه که مردم رو برای انتخاب دین و مذهب آزاد بگذارید. یه مرتبه اعتقاداتش میریزه، میگه خب چی شد که این سنی ها که برحق نبودند به نظر ما به ما پیروز شدند؟ اصلا به دنبال دلیل فیزیکی در این شکست نمیگرده کسی. آقا اون توپ داشت، تو نداشتی. اون نیروی آتش داشت، تو میخواستی با تیرکمون و شمشیر به جنگی. این فکر به مخیله هیچ کدوم اینا نمیرسه. فقط این که خداوند خواست این سنیا به ما شیعه ها پیروز بشن، بنابراین از حالا به بعد دیگه ول کنید، به سنیا فشار نیارید که بیان شیعه بشن. و میره تو دربارش و از زندگی ناامید میشه، از سلطنت ناامید میشه، دیگه هیچ در هیچ جنگی شرکت نمیکنه. اگر هم جایی جنگی پیش میاد سرداران سپاهش میفرسته و دستور میده، خودش در دربار میمونه و شروع میکنه به شرابخوری بیش از حد و زنبارگی بیش از حد، به طوری که مورخین خود دربارش می نویسن که به دلیل میل وافر به نسوان و زیاده روی در آمیزش با نسوان و شرب بسیار زیاد شراب، مزاج ایشان منقلب شد و مرد. این کل ساختار فکری یه آدمی که با اون جلادت وسط آمد، با اون آدم کشی تونست مناطق بسیار عظیمی از ایران رو بگیره، ازبکان رو شکست بده، ولی در مقابل عثمانی ها با یک شکست به دلیل اعتقادات متافیزیکیش اصلا نگاه منطقی به قضیه نکرد که آقا اون تفنگ داشت، تفنگچی داشت، توپ داشت، آتش توپخانه او ما رو منهزم کرد و منهدم کرد، ما هم باید بریم توپ داشته باشیم، ما هم باید بریم تفنگ داشته باشیم. عاملی که ما رو شکست داد این قطعات بود، این وسائل بود، به خداوند ربطی نداشت. ولی ایشون نه، ایشون فقط نظریاتش رو عوض کرد و گفت به دیگران کار نداشت، به خلق خدا کار نداشته باشید، بذارید در دینشون ایمانشون آزاد باشن، در مذهبشون آزاد باشن. خودم رفت افتاد به شرابخوارگی و زنبارگی تا در سن 38 سالگی مرد. تهماسب پسر بزرگش شاه میشه. حالا این تهماسب چجور آدمیه؟ خب اسماعیل شاهزاده نبود، تو دربار شاهی پرورش پیدا نکرده بود و با اون امکانات عظیم شاهی که در ایران رایج بوده. اما تهماسب چرا دیگه؟ تهماسب و خواهر برادراش و اینا همه شاهزاده قلمداد میشدند و در دربار تربیت شدند و انواع معلم های مختلف رو داشتند و این حرفا. تهماسب بسیار بسیار متدین بود، البته
باز مورخین عصر دو جور نوشتند. یکی این که بسیار بسیار متدین بود، در عمرش لب به شراب نزد. گروهی هم نوشتند که بسیار بسیار شراب میخورد و اعتقادات دینیش هم سوس بود. این تناقض هم هست، ولی ظاهر امر ایشون زیاد شرابخوری نمی کرده، زیاد زنبارگی نمی کرده، به دلیل اینکه 54 سال سلطنت کرده و از 10 سالگی که به سلطنت رسیده مجبور بودند این بزرگان قزلباش که امور مملکت رو بین سران قزلباش تقسیم بکنند و اونها مملکت اداره بکنند، یکی دوتا وزیر براش بگذرند تا این به سن عقل برسه و به سن رشد برسه. و از همین موقع هم هستش که آقایون قزلباشا به خاطر رسیدن به قدرت بیشتر داستان ارادت به مرشد کامل رو به کل فراموش میکنند. داستان مرید و مرادی ایمان از بین میره و سرزمین صفویه، ایران صفویه میشه صحنه جنگ استاجلو و تکلو، افشار و قاجار، انواع اینا میریزن به سر همدیگه، به طوری که ایل استاجلو که یکی از قوی ترین ایلهای این زمان بوده از اون تکلوها شکست میخوره و فرار میکنن، میرن به جنگلهای مازندران و گیلان و از اونجا دو مرتبه نیرو جمع‌آوری میکنند و افراد قبیله رو میارند و دو مرتبه مسلط میشن به اوضاع و حمله میکنن، میرن اردبیل رو میگیرن و دو مرتبه میان بالا. به هر حال شاه چند سال اول سلطنتش رو با این امور میگذرونه تا با کشتار عظیم از قزلباشا، یعنی کشتار عظیم به این معنی که یک بار فرمان میده که تمام قبیله تکلو رو بکشید و هر جا قزلباشای دیگه تکلو گیر می آوردن میکشتن، به اوضاع پادشاهیش مسلط میشه. اما این آدم چجور آدمی بود؟ کافیست که دینداری این آدم رو یا نحوه دینداری این آدم رو، دینداری به خودی خود عیب نیست، نحوه شکل دینداری این آدم رو من به شما عرض کنم. ایشون اولا وسواس داشتی، در نتیجه با هیچ کس غذا نمیخورده، نیم خورده غذاش هم میریخته با آب و آتش یا میسوزونده یا تو آب میریخته، نمیذاشته کسی نیم خوردهش رو بخوره. اینقدر دچار گرفتاری نجست و پاکی بوده که بذارید یه مثال براتون بزنم. شخصی به نام جین کینگسون از انگلستان میخواد یه روابط تجاری برقرار بکنه با کمک روس‌ها از طریق ولگا و دریای خزر، به دلیل اینکه پرتغالی‌ها در جنوب ایران، آب‌های جنوب ایران رو در تصرف کامل خودشون دارن و امان نمیدن که کشتی‌های تجاری دیگری از اونجا عبور کنن، میزنن، غرق می‌کنن. راه عثمانی هم بس است. بنابراین ایشون زحمات بسیار زیادی میکشه، خودشو به مسکو میرسونه، با مسکویی ها هم یه قرارمداری میذاره، یک شرکت مسکویی درست میکنه و از طریق دریای خزر وارد ایران میشه. این بدبخت با 24 نفر همراهانش تا برسه به قزوین، 17 نفر از همراهانش در آب و هواهای مختلف در شرایط اقلیمی مختلف ایران میمیرند تا این میرسه به شاه. در جلسه با شاه میگه که من آمدم اینجا که راه تجارت بین شما با اروپا باز کنم و از طریق دریای خزر، این امکانات رو ما داریم، چه کار میخوایم بدونیم. شاه حرفاشو گوش میده، میگه که تو دینت چیه؟ میگه من مسیحی هستم. میگه تو به چه اجازه ای بنشیده اومدی تو درباره من نجس کردی؟ برو بیرون، اینو بیرون بیایید، اینو بیرون کنید. بعد جای پای جین کینگسون رو خاکستر میریزند که بعدن این جای پاهاشو آب بکشند. اینم میزان ایمان. وقتم تموم شد.
در جلسه بعدی بقیه اوضاع احوال تهماسب و جانشینانش رو یکی یکی به اختصار میگم که ببینیم ما با چه مردمی طرف بودیم و این مردم آیا میانگین یا اوریج همه جماعت مردم بودند یا متفاوت بودند، و یه مقدار ارزیابی به دست اون بیاد که میزان عقل و فکر و اندیشه در کجاها داشته حرکت میکرده.